طوفان تغییر امروز را ابتدا با مرور سریع بر تحولات سوریه شروع می کنیم. وفي آخر التطورات الميدانية أفادت الهيئة عمومية انقلاب سوريا اعلام کرد شهر دوما در قوطی شرقی و منطقه شمالی شهر داریا با بمباران شدیدی مواجه بودند. کمپ فلسطینی یرموک نیز توسط نظامیان اسد با خمپاره هدف قرار گرفت. همچنین نیروهای اسد تعدادی از شهروندان را در مرکز شهر دمشق دستگیر کرده و به محل نامعلومی منتقل شدند. اما در حلب نبردها بین ارتش آزادی و نیروهای اسد در جبهه هندرات همچنان ادامه دارد. همزمان رزمندگان ارتش آزادی مقرهای نظامیان اسد در ملاح را با خمپاره مورد تهاجم قرار دادند. در درعا نیز کمیته‌های هماهنگی انقلاب گفتند نیروهای اسد یورش خود را به برخی مناطق ادامه می‌دهند. پاسداران رژیم آخوندی که در نبردهای درعا به کمین رزمندگان ارتش آزادی افتادند و ده‌ها تن از آنان به هلاکت رسیدند، افسران اسد را مقصر دانسته و تعدادی از آنها را اعدام کردند. افاد مكتب صنمين الاعلامي بعدم الحرس الثوري الايراني ميدانيا 13 ضابطا وعنصرا للنظام. دفتر رسانه‌ای در صنمین خبر داد 13 تن از افسران اسد از لشکر نهم در استان درعا توسط پاسداران رژیم ایران اعدام شدند. این اقدام پس از آن صورت گرفت که پاسداران در نزدیکی دیرماکر و دیرالعدس به کمین رزمندگان افتاده و ده‌ها تن از آنان به هلاکت رسیدند. آنها به همین دلیل افسران اسد را به اتهام همکاری با ارتش آزادی اعدام کردند. در خبری دیگر یک منبع محلی در درعا گفت در نبردهای حومه شمالی یکی از فرماندهان بالای پاسداران به هلاکت رسیده و یک سرهنگ پاسدار نیز به اسارت رزمندگان درآمده است. هذا واعلنت عده تشكيلات عسكريه للجيش الحر وقف تغطيه رزمندگان ارتش آزادی در حومه شمالی درعا پوشش خبری به نبردها را تا اطلاع ثانوی متوقف کردند. بیانیه رزمندگان این منطقه چند روز بعد از بیانیه ارتش اول صادر شد. این ارتش هم رسانه‌های خبری را فراخواند تا خبرهای مربوط به فعالیت‌ها و تحرکات رزمندگان را منتشر نکنند. نبردهایی که در مثلث جغرافیایی استان‌های دمشق و درعا و قنیطره جریان دارد، مانند نبردهای قبلی رزمندگان در منطقه جنوبی نیست. این بار نیروهای اسد بودند که تحت نظر پاسداران رژیم ایران و با پشتیبانی شبه نظامیان لبنانی برای ممانعت از پیشروی رزمندگان قنیطره و درعا به سمت ورودی‌های جنوبی دمشق به این منطقه حمله کردند. رزمندگان با بکار گرفتن همه امکانات و نیروی خود توانستند تعدادی از حملات نیروهای اسد به روستاهای مهم و بلندی‌های استراتژیکی مانند تل فاطمه، عروس و سلطانه را در هم بشکنند. اما علاوه بر نیروهای زمینی و هوایی، سلاح سوم اسد که به او امکان یورش به برخی از جبهه‌ها را می‌دهد، انتشار اخبار علنی رسانه‌ها از حرکات رزمندگان ارتش آزادی و فیلم‌هایی است که در یوتیوب گذاشته می‌شود. رژیم اسد به سرعت این اطلاعات را به نیروهای خود می‌رساند و واکنش نشان می‌دهد. بر اساس بیانیه رزمندگان، تعدادی از محل‌های سکونت شهروندان توسط نیروهای اسد هدف قرار گرفته و قربانیانی بر جای گذاشته است. این در نتیجه فیلم‌هایی است که محل رزمندگان را به خوبی مشخص می‌کند. امری که فقط کمتر از چند ساعت بعد از انتشار این فیلم‌ها باعث وارد آوردن تلفاتی به رزمندگان شده است. رزمندگان در استان درعا می‌گویند سیاست سکوت و عدم پوشش خبری که رزمندگان در پیش گرفته‌اند، صحنه را به زودی به نفع آنان تغییر خواهد داد و شاید آنها را از مرحله دفاع به مرحله تهاجم منتقل کند. رژیم آخوندی همچنان به ارسال مزدوران شیعی به سوریه از طریق یک پل هوایی ادامه می‌دهد. یک
يتنقل ناشطون منذ مدة أنباء تفيد بأن النظام السوري بات يعتمد على دخالت أوريان و بيپردي رژيم آخوندي در سوريه ادامه دارد. از مدتها قبل مخالفان میگفتند رژیم اسد در صحنه های جنگ به مزدوران شبه نظامیش بیشتر از نظامیان خود اعتماد دارد. احمد رمضان عضو ائتلاف ملی سوریه میگوید یک پل هوایی برای انتقال مزدوران از عراق و افغانستان به سوریه توسط رژیم ایران ایجاد شده است. این مزدوران برای کمک به نیروهای روحی باخته اسد در حومه درعا به سوریه میآیند، مخصوصا که اخیراً نیروهای اسد و مزدوران حزب الشیطان متحمل تلفات سنگینی شدند. بنا به گفته احمد رمضان این پل هوایی بین بغداد و فرودگاه لازقیه می باشد. مزدوران توسط پاسداران در فرودگاه بغداد جمع شده و سپس به فرودگاه لازقیه منتقل می شوند. بعداً برای آموزش تحت نظارت پاسداران به درعا منتقل می شوند. برخی از آنها بدون آموزش وارد جنگ می شوند. روزانه 4 پرواز برای انتقال این مزدوران صورت می گیرد. این مزدوران برای جنگ با ارتش آزادی مبالغ قابل توجهی دریافت می کنند. شبه نظامیان به درعا می روند و به مزدورانی که تیپ موسوم به فاطمیون هستند می پیوندند. شبه نظامیانی که به حلب می روند به مزدوران عراقی موسوم به تیپ ابوالفضل العباس می پیوندند. در میان نیروهایی که با رزمندگان می جنگند از هر 5 نفر 4 نفر از مزدوران خارجی و فقط 1 نفر از نیروهای اسد می باشد. مخالفان در شبکه‌های اجتماعی تصاویری را منتشر کردند که می گویند تصاویر اسرا و کشته‌های مزدوران اسد از ملیت‌های خارجی هستند که در کنار نیروهای اسد می جنگیدند. اپوزیسیون میگوید رژیم اسد اخیراً در عملیات نظامی خود در خارج پایتخت بیشتر به مزدوران خارجی تکیه دارد و از گارد جمهوری و لشکر چهارم برای حفاظت از پایگاه‌هایش استفاده می‌کند. نیروهای اسد در نبرد با رزمندگان متحمل تلفاتی سنگین شدند. رژیم اسد که نیروهایش بر اثر ضربات ارتش آزادی به شدت تحلیل رفتند، مجدداً به سربازگیری اجباری از جوانان روی آورده است. ازدادت اعداد المكاتب الخاصة والعامل على تطويع الشبان في الميليشيات العسكرية. تعداد دفاتر رژیم اسد در شهر ترتوس افزایش یافته است. هدف از این اقدام دستگیری جوانان و اعزام اجباری آنها به جبهه‌های جنگ است. رژیم اسد با تهدید و تطمیع به تلاش‌هایش برای الحاق جوانان به شبه نظامیان مزدورش ادامه می‌دهد، مخصوصاً بعد از اینکه نیروها و مزدوران خارجی او متحمل تلفات سنگینی شدند. رژیم اخیراً شهروندانی را که از مناطق تحت کنترل رزمندگان در اثر بمباران شدید خارج شدند، با محاصره کردن و تحت فشار گذاشتن وادار می‌کند جوانان خود را به صفوف شبه نظامیانش بفرستند. رژیم اسد با پرداخت حقوق و مزایای قابل توجهی تلاش می‌کند این نیروها را جذب کند. رژیم اسد همزمان به فریب و تشویق جوانان برای پیوستن به صفوف مزدوران حزب الشیطان هم می‌پردازد. اما هیچ کدام از این اقدامات جوانان غیور سوریه را به همکاری با رژیم جنایت پیشه اسد نمی‌کشاند. آنها در هر فرصتی از زیر حاکمیت اسد خارج شده و خود را به صفوف رزمندگان می‌رسانند تا با دشمن همه مردم سوریه یعنی دیکتاتوری اسد بجنگند. بالاضافه للعديد من الميزات. فرستاده ویژه سازمان ملل که بر تمام جنایات و بمباران و کشتار مردم بیگناه سوریه توسط اسد چشم بسته، ناگهان به کشف مهمی نائل شد. به راستی او چه چیز مهمی را دریافته که تمام دنیا عاجز از فهم آن بودند؟ دمیسترا نماینده ویژه ملل متحد میگوید با رئیس بشار اسد چند روز پیش ملاقات کردم و امیدوارم که ملاقاتهایم با او ادامه داشته باشد. گفتگوهای مهمی داشتیم که باید ادامه بدهیم. او همچنان در رأس حکومت در کشور است. اینجا یک حکومتی در دمشق وجود دارد و مساحت زیادی تحت کنترلش میباشد و به گفتگوهای بسیار مهم با او ادامه خواهم داد، چون او جزئی از راه حل است.